جلاد 67، آخوند قتل عامی ابراهیم رئیسی، در نخستین گفتگوی خود با تلویزیون حکومتی به خالی کردن دق دل خود از مجاهدین پرداخت. تلاش دشمن این بود که نظامی به نام اسلام و به نام جمهوری اسلامی پا نگیره و تأسیس نشه. بسیار تلاش کردم و یکی از تلاش‌های اونها جنگ تحمیلی 8 ساله بود. یکی از تلاش‌های اونها جریان و حرکت منافقین بود. جریان نفاق و جریان دست نشانده استکبار ترورهایی رو در این کشور صورت داد، نه فقط از مسئولین و یاران امام، بلکه از مردم کوچه و خیابون، هر کس که دم از انقلاب و نظام و امام و ارزش‌ها می‌زد. 17,000 نفر از مردم ما رو به خاک و خون کشیدن منافقین. مسئولین عالی کشور، رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن. اما اون نکته‌ای که همچنان در ذهن جوان‌ها و ملت ما باید به عنوان یک سوال بمونه و این سوال باید روز به روز بیشتر بشه، راست چرا امروز اروپایی‌ها و غربی‌ها اجازه دادن کشورهاشون پناهگاه جریان و سازمان تروریستی منافقین بشه؟ این پاسخش باید توسط اروپایی‌ها داده بشه. مگه شما نمیگید ما ضد تروریست هستیم؟ مگه نمیگید که ما طرفدار حقوق انسان ها هستیم؟ آخه این جریان تروریستی طبق اعلام خودش 17,000 نفر در این کشور به شهادت رسونده. روز قبل از این حادثه یا 2 روز قبلش مقام معظم رهبری ترور نافرجام میشن در مسجد ابوذر. بله، در مسجد ابوذر، درسته. ایشون و امامان جمعه که به شهادت رسیدن، مرحوم شهید صدوقی، مرحوم شهید دستقه، مرحوم شهید اشرفی اصفهانی، مرحوم شهید مدنی، بسیاری از روحانیون خدمتگزار، بسیاری از مدیران عالی کشور، واقعا این سوال جدی وجود داره که چرا سازمان تروریستی منافقین که همین الان هم برنامه های ترور رو در واقع کار سازمان خودش داره دنبال میکنه، چرا اروپایی ها به خودشون اجازه دادن یک سازمان تروریستی که خود اونها اینو در لیست سیاه گذاشتن، خود اونها اینها رو این سازمان رو بران سازمان تروریستی اعلام کردن، به اینها پناه بدن؟ من به نظرم این سوال به صورت جد مطرحه. حاکمیتی که می توان آن را در یک کلام و از جمیع جهات در قتل عام خلاصه کرد. قتل عام فرزندان ایران، قتل عام تاریخ و فرهنگ و هنر ایران، قتل عام اقتصاد و محیط زیست ایران، قتل عام حرس و نسل، و اینک قتل عام نوروز در خانه ها و کاشانه های مردم و تبدیل عید به عزا و ماتم. خلیفه صفاک ارتجا در آستانه سال جدید آخوندک جلادی را که نشانی مجسم و مترادف قتل عام است در ریاست قضاییش عرضه کرد. تحفه نحس و منحوس عید و سال نو که به قول منتظری دستن در کار بزرگترین جنایتی است که در این رژیم صورت گرفته است. همزمان در آستانه ورود به سال جدید، خلیفه خونریز سرکرده کشتارگر نیروی قدس سپاه پاسداران را با بالاترین نشانهای حکومتش به تماشا گذاشت تا همه حساب کار خودشان را بکنند، البته با بلاهت برای او آرزوی شهادت هم کرد. ما کاملا موافقیم که آخوند رئیسی و پاسدار سلیمانی به لاجوردی و صیاد شیرازی ذمیمه شوند. لعنت خدا و خلق خدا بر همه آنان باد. Thank you.